بیاد به روی تشک با دوبندی قرمز. دروری از قم در مقابل سیمچیک از جمهوری چک، جکوب سیمچیک از جمهوری چک. عبدی در دور اول موفق شد نیشیدی از ژاپن رو 4-2 شکست بده. حالا در دور دوم اینجا با یک کمرگیری موفق شد پای حریف رو از تشک خارج کنه و امتیاز اول رو جسورانه به دست بیاره در مقابل جکوب سیمچیک از چک. مشاهده کنید به چه صورتی در همون استیکان سعی در کمرگیری داشت پای حریف رو از تشک خارج میکنه و یک امتیاز رو به دست میاره. باز هم سعی داشت که به زیر کتفای حریف بزنه، کشتی گیره سخت کوش ما در مقابل این حریف جمهوری چک که موفق شد کشتی گیره از بلغارستان رو در دور اول شکست. اینجا سعی داشت که یه لحظه کمرگیری کنه، منتها سیمچیک یه لحظه بدل کاری کرد، از بالا کشتی گیره ما رو به پل زد. ببینیم که داوران چه امتیازی رو خواهند داد. بله، کشتی گیره ما عبدی یک امتیاز به امیدن که موفق شد حریف رو از تشک خارج کنه. 2-0 که به هر حال به نظر داوران اشتباه کردن در دادن امتیاز، فنی اجرا شد و ببینیم که نهایتاً چه امتیازی رو خواهند داشت. مربیان چک و کشتی‌گیر چک اعتراض میکنند، ببینیم که اعتراض اونها در نهایت چه نتیجه رو خواهد داشت. سال قبل عبدی در روسیه پنجم شد، به قهرمان اون وزن بایداسوف از روسیه در دور اول باخته بود، در رده بندی هم مغلوب توسماکی از مجارستان شد و نهایتاً پنجم شد عبدی در روسیه. حالا یک سال بعد در شرایطی که همچنان شرایط سنی حضور در رده سنی جوانان رو داره، مشاهده میکنید که اومده به مسابقات تا رنگ مدال در واقع عنوان پنجمی خودش رو تبدیل به یک مدال کنه که امیدواریم رنگ اون مدال زرد رنگ و مدال طلا باشه. خب ما که سرنوشته نداریم، منتها به نظر میرسید که در اون لحظه فنی از بالا اجرا شد و کشتی گیر جمهوری چک در حالی که عبدی سعی داشت حریف را از تشک خارج کنه و کمرگیری کنه، کشتی گیر جمهوری چک یه فنی رو از بالا زد و به نظر عبدی ما رو به پل برد و شاید به کشتی گیر جمهوری چک امتیازی رو بدند. منتها داور وسط داورم تو یک امتیاز دادن، فنی از بالا اجرا شده، چجوری اینا یک امتیاز دادن برای من هم جای سوال داره. بعضا داوران خام هستن در بعضی از مسابقات و برای همین کشتی‌گیر جمهوری چک اعتراض کرد. بله آقای حسینی، عبدی فنی رو اجرا کرد و داوران به تصور این که کشتی‌گیر جمهوری چک از منطقه قرمز خارج شده یک امتیاز رو برای عبدی در نظر گرفتن، اما در فعل و انفعال کار این کشتی‌گیر جمهوری چک بود که عبدی رو روی پل متوقف کرد و این احتمال وجود داره که چالنج به سود کشتی‌گیر جمهوری چک تغییر بکنه و 2 امتیاز به کشتی‌گیر جمهوری چک بدن. حالا منتظر باشیم تا ببینیم هیئت ژوری چه تصمیمی رو خواهند گرفت. شاید 4 امتیاز آقای حسین از بالام بود، هر حال این هم نه، چون که مجری بود و در پایان کار خودش روی پل متوقف شد، 4 امتیاز نمیتونه داشته باشه. به هر حال امیدواریم که اتفاق نیفته و اگم امتیازی به کشتی‌گیر جمهوری چک میدن که اعتراضش هم وارد نیست، همون یک امتیاز رو به عبدی دادن. خب باید الان یک امتیاز دیگر به عبدی بدند به خاطر اینکه چالش موفقیت آمیز نبوده، قطعا یک امتیاز دیگر برای عبدی درخواست خواهد شد. بله یک امتیاز رو هم الان میدن. بفرمایید. زمانی که عبدی پای حریف رو از تشک خارج کرد، به نظر داورم باید کشتی همونجا متوقف میشد، پس یک امتیاز به عبدی دادن. بعدش فن اجرا شد، کشتی‌گیر جمهوری چک اعتراض کرد، احتجاج وارد نبود و حالا حساب کار میشه 3-0. سعی داره که سر و گردن رو در اختیار بگیره سیمچیک از جمهوری چک و عبدی که زیرکانه تا به اینجای کار موفق شده 3 امتیاز رو از حریف به دست بیاره. و ببینیم که سیمچیک کشتی‌گیر چک در ادامه چه کار خواهد کرد. به زیر کتفای عبدی میزنه کشتی‌گیر قد بلند جمهوری چک و عبدی سعی داره که بازم با قدرت بدنی خودش پای حریف رو از تشک خارج کنه. ببینید که موفق خواهد بود یا خیر. در همون حالت رفته رفته بله باید 2 امتیاز رو بدن به عبدی. تعادل حریف رو به هم میزنه، دست رو درگیر کرد، از همونجا به هر حال 1 امتیاز دادند. 1 امتیاز، حساب کار 4-0. حساب کار 4-0 به سود عبدی.
که حریف از چک خارج کرد و به او یک امتیاز دادند. سیمچیک به لحاظ قدرت ولی در مقابل قهرمان ما به این صورت مشاهده میکنید که قافیه رو باخته و باز هم عبدی این بار موفق میشه که دو امتیاز رو به دست بیاره. 6-0 در یک کشتی مسلط. این کشتیگیر جسور ما عبدی مشاهده میکنید به چه صورتی جکوب سیمچیک از جمهوری چک رو کلافه کرده و در آستانه رسیدن به دومین پیروزیه. اگه بتونه دو امتیاز دیگر رو به دست بیاره میتونه با امتیاز عالی این حریف رو شکست بده. به دنبال اجرای فند کمر هست سیمچیک، سعی در اجرای تندر منتها خودش خاک میشه و دو امتیاز دیگر رو از دست میده. 8-0 عبدی با چشمانی باز موفق میشه که سیمچیک رو شکست بده. 8-0 با امتیاز عالی و قدمی استوار و محکم به دور بعد و انشاءالله برای کسب مدال، چه بهتر که مدال طلا باشه. البته امشب ابتدا باید بیاد به نیمه